سرتیپ پاسدار اسکندر مؤمنی، رئیس پلیس راهور ایران، در یک نشست خبری گفته است که نقص فنی اتوبوس اسکانیا کاملا محرز است و در صورتی که شرکت سازنده تا مهلت تعیین شده این نواقص را رفع نکند، شماره گذاری این نوع خودرو متوقف خواهد شد. محمد رضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که طرح ملزم کردن دولت به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 60% روی میز مجلس قرار گرفته است. در سه بمب‌گذاری انتحاری در عراق، دست کم 36 زائر شیعه کشته و تعداد زیادی نیز مجروح شدند. این حملات در بغداد و دو منطقه دیگر در جنوب این شهر رخ داده و هدف آن شیعیانی است که برای شرکت در مراسم اربعین عازم کربلا بودند. میخائیل خودورکوفسکی، میلیاردر سابق نفتی، پس از یک دهه حبس توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور سوریه عفو شد و ساعتی پس از آزادی به مقصد آلمان پرواز کرد.